حمایت‌های جهانی از مقاومت و انقلاب مردم ایران. ملانی جولی، وزیر خارجه کانادا: ما تحریم‌های بیشتری را علیه رژیم ایران به دلیل نقش آنها در نقض فاحش و سازمان یافته حقوق بشر در ایران و خارج از ایران اعمال می‌کنیم. ملانی جولی افزود که این تحریم‌ها یک نهاد و 9 فرد را شامل می‌شود که تعدادی از آنها از اعضای پلیس امنیت اخلاقی که مهسا امینی را دستگیر کردند هستند. مایکل مک‌کال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا: در حالی که صادرات نفت ایران همچنان در حال افزایش است، از دولت بایدن می‌خواهم که اجرای تحریم‌های مرتبط با نفت را افزایش دهد. باید اقدامات بیشتری انجام شود تا رژیم این منبع درآمد حیاتی را که به اقدامات تروریستی و نقض حقوق بشر اختصاص می‌دهد، محروم کند. هیلل نوئر، دیدبان سازمان ملل: ملاقات قاتلان قتل عام و کشتار دست جمعی. امروز بشار اسد قصاب دمشق از ابراهیم رئیسی قصاب تهران در پایتخت سوریه استقبال کرد. نوری تورکل، رئیس کمیسیون آزادی بین المللی مذاهب آمریکا: در حالی که شرایط آزادی مذهبی در ایران حتی پیش از شروع تظاهرات در سپتامبر گذشته بسیار بد بود، به دلیل وحشیگری شدید دولت علیه ایرانیانی که آزادی مذهبی خود را به طور مسالمت‌آمیز مطالبه می‌کنند، شرایط به میزان قابل توجهی بدتر شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز: سازمان گزارشگران بدون مرز در 21مین گزارش رده‌بندی خود اعلام کرد که از شهریور ماه سال گذشته و پس از قتل ژینا امینی، ایران جایگاه خود را به عنوان یکی از سرکوبگرترین کشورهای جهان از نظر آزادی مطبوعات تقویت کرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز همچنین ایران را یکی از بزرگترین زندان‌های جهان برای روزنامه‌نگاران توصیف کرد. این سازمان همچنین اعلام کرد که حتی روزنامه‌نگاران ایرانی مقیم خارج کشور هم قربانی فشار حکومت می‌شوند که از اذیت و آزار در فضای آنلاین تا تهدید به مرگ را در بر می‌گیرد.